با سلام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تلویزیون محبت خدا رو شکر برای وجود عزیزتون و خوشحالم که باز افتخار این رو دارم که در خدمت شما باشم از قرار معلوم هفته سوم هست که این افتخار به من داده شده خدا رو شکر میکنم در وهله اول میخوام یادآوری بکنم که کتاب مقدس خودتون رو کنارتون داشته باشید که بتونید در وقت لزوم از آیاتی که براتون آدرسش رو میدم استفاده بکنید من همیشه خدمتون عرض کردم به خاطر زیغ وقتی که داریم من امکانش نیست برام که آیات رو برای شما بخونم پس این زحمت رو به خود شما میدم که محبت کنید و خودتون نگاه کنید به هر صورت اگر به یاد داشته باشید در جلسه گذشته نگاه و اون برخوردی که داشتیم با انجیل متا به اینجا رسید که مریم رو ملاقات کردیم و مریمی رو که پیغام خدا رو داره دریافت میکنه و مخصوصا عکس عمل مریم رو در دریافت این پیغام به این نتیجه رسیدیم که مریم باید شخصیتی واقعا خدا دوست و خدا ترس باشه و خداوند رو احترام بکنه و دلایلش رو هم گفتیم گفتیم وقتی که پیغام رو شنید در حضور خداوند فروتن شد پذیرفت قبول کرد و درسته که براش سوال پیش آمده بود و این سوال رو مطرح کرد و این سوال خیلی سوال منطقی هم بود چون در ذهن یک دختر نوجوان که حاملگی رو فقط بر مبنای رابطه بین زن و مرد میدونه که باید اتفاق بیفته خب این سوال براش پیش آمده بود که خب چگونه همچی چیزی ممکنه واقع بشه چون تا به حال مردی منو لمس نکرده که گفتم این سوال در قرون متمادی شده که چگونه این اتفاق افتاده و جبرئیل فرشته پاسخ این سوال رو میده وقتی که برمیگرده مریم میگه آیا کاری برای خدا محال هست آیا چیزی هست که خدا نتونه از انجام اون بر بیاد به هر صورت مریم پیغام رو میشنوه مریم پیغام رو باور میکنه ایمان میاره و جمله نهایی و کلیدی که مریم اینجا اعلام میکنه اینه من خدمتگزار خدا هستم هرچه که اراده اوست من تسلیم اراده او هستم بدون در نظر گرفتن این که چه اتفاقی این رویداد ممکنه به سر مریم بیاره تصورش رو بکنید برید توی زمان و مکان و نگاه بکنید ایمان مریم و اعتماد مریم رو به خداوند که جلسه قبل هم خدمتتون رو عرض کردم بر نمیگرده بگه بگه آقا من جواب خانوادم رو چی بدم من چطور میتونم دیگه بعد از این واقعه توی جامعه خودم سر بلند کنم آبروی من میره حیثیت من میره از همه اینها مهمتر من جواب یوسف رو چه باید بدم در هر صورت اینها همه اون اعتمادی است که مریم نسبت به خداوند داره و میدونه که خداوند از اون مراقبت و محافظت کنه. به هر صورت بریم و بقیه ماجرا رو امروز نگاه بکنیم اگر ما فرصت کردیم که به مریم سری بزنیم شاید لازم باشه که یک سری هم به یوسف بزنیم و کمی هم در مورد احوالات یوسف با شما در میون بذاریم یوسف <تصح> <تصح> از نسل داوود و خاندان سلطنتی اسرائیل یک کارگر زحمتکش و یک کارگر ساده ساختمانی است که بیشتر در امور نجاری فعالیت داره کلام خداوند در انجیل متا فصل اول آیه 19 او رو عادل معرفی میکنه مردی که خدا رو دوست داره و خدا ترس است مریم و یوسف هر دو جوان هستند یا به عبارت بهتر نوجوان یا در سنین تینیجری به قول معروف دارن به سر میبرن مریم بین 13 تا 15 سال سن داره و احتمال داده شده که یوسف هم بین 17 تا 19 سال باشه اجازه بدید یه کمی در مورد وضعیت اونها با همدیگه دیگه صحبت بکنیم طبق اطلاعاتی که کلام خدا در انجیل به ما میده انجیل لوقا بله انجیل لوقا فصل اول آیه 27 در مورد مریم میگه که در عقد یوسف قرار داره بعضی از ترجمه های دیگه میگه در نامزدی کلمه نامزدی در زبان اصلی در اینجا همون عقد محسوب میشه من الان برای شما توضیح خواهم داد رسم اون زمان این بود که ازدواج ها دارای دو مرحله بودند مرحله اول رو بهش میگفتن کدوشیا و مرحله دوم رو بهش میگفتن خوپا مرحله اول در تصنیه فصل 20 آیات هفت اومده که میتونید تشریف ببرید و نگاه کنید فصل بیستم کتاب تصنیه آیه هفت که در واقع قراردادی بین دو نفر که وعده عروسی دارن ما با این رسم آشنا هستیم منظورم وقتی میگم ما یعنی بنده که ایرانی هستم و شما که ایرانی هستید ملت ما با این رسم آشنایی کامل داره که دختر رو اول عقد میکنن و وقت عروسی برای خیلی ها به یک زمان دیگه ای مکول میشه اما برای بعضی هم این وقت دوم به معنای مهمانی رفتن و مهمانی گرفتن یعنی عروسی رو میگن آقا مهمانی رو بگیریم که بعد به یک وقت دیگه ای مکول میشه اما در اصل و در واقع ماجرای دوم که برای من و شما عروسی هست و مهمانی هست و جشن و پایکوبی این مرحله دوم مرحله پیوستن زن و شوهر به همدیگه است یا به عبارت بهتر زیر یک سقف رفتن و زندگی کردن و از نظر جنسی به همدیگه متعهد شدن و به قول معروف یکی شدن اما عقد اول یک عقد واقعی و یک ازدواج واقعی و اگر به هر دلیلی طرفین نمیخواستن با هم ادامه بدن باید از یک دیگر طلاق قانونی میگرفتن مدت قانونی این ازدواج دوازده ماه بود که در اون زمان وفاداری و مسائل دیگر این دو نفر این زن و مرد نسبت به همدیگه مورد محک و آزمایش قرار میگرفت لازمه یه بار دیگه اعلام کنم که با اینکه طرفین به عقد قانونی در اومده بودن اما هیچ گونه رابطه جنسی با هم نداشتن باز هم میگم این وضعیت در ملت و در فرهنگ ایرانی خیلی رسم و جا افتاده هست که عقد میکنن اما دختر در خانه پدر خودش باقی میمونه و هیچ گونه رابطه جنسی این زن و مرد اگرچه قانونن در عقد همدیگه هستند، ولی با هم ندارن تا زمانی که قسمت دوم و عروسی انجام بشه و بعد به همدیگه ملحق میشن و به هم میپیوندن عروسی معمولا در اون زمان هفت روز طول میکشید و پدر عروس موظف بود که تمام مخارج اون رو پرداخت بکنه اما اون چه که داماد میکرد یک عملی انجام میشد به نام دادن مهر که امروز در بین مسلمان ها به عنوان مهریه معروفه و این مهریه برداشتی هست از همین رسم یهودی که در واقع میتونیم بگیم مهریه و شیربه ها قیمت دختر هست اما در عهد عتیق ما یه همچین چیزی به عنوان قیمت دختر نداریم در پیدایش فصل سی و چهار آیه دوازده یک مطلب دیگه ای اونجا مورد ارجعیت قرار میگیره به این معنا که مهر رو داماد در ابتدای ازدواج به پدر عروس پدر دختر میده تا برای دخترش در واقع یک بیمه ای باشه اگر خدای نکرده برای داماد اتفاقی افتاد به هر دلیلی فوت کرد این خانم بیوه شد باید این شخص یک ای داشته باشه که بتونه زندگی خودش رو به جلو ببره اگر طلاقی صورت گرفت بتونه از این امکان مالی که در اختیارش هست بهره بگیره به هر صورت برگردیم به واقعی خودمون که مریم بعد از شنیدن پیغام خداوند توسط فرشته به ملاقات خیشاوند خودش الیسابات میره که در این زمان الیسابات شش ماهه حامله هست از قرار مریم برای چند ماه آینده نزد الیسابت میمونه احتمال زیاد برای کمک کردن به وضع حمل الیسابت هست و بعد از اینکه ایشون وضع حمل میکنه بر میگرده به ناصره و اینجاست که خبر رو به یوسف میده برای یوسفی که مریم رو میشناسه شخصیت او رو میدونه ایمان او رو میدونه با مریم کاملا آشناست این خبر برای یوسف شوکه کننده است و او رو دچار سردرگمی شدید و دردناک و بدی کرده اصلا باور کردنی نیست برای یوسف که یک همچین چیزای رو از مریم بشنوه یوسف به خوبی میدونه که طبق قانون شریعت در تصنیف فصل 22 آیه 20 حکم مریم و مجازات مریم مرگه چون در میان قوم اسرائیل طبق کلام خدا میگه شرارت رو از بین خودتون دور کنید ولی ایشون مرد نیکویه و خودش رو مسئول حمایت از مریمی که در عقد اوست میدونه مریم در اجتماع متعصب اون روز دوچار بدنامی نشه ولی خب یک واقعیت انکارناپذیر دیگری هم هست و اون اینه که این خانم حامله است و حداقل یوسف از خودش مطمئنه که او در این واقعه هیچ دخل و تصرفی نداشته پس بنا به محبتی که نسبت به مریم داره و از طرف دیگه قبول این واقعیت تلخ که مریم دوچار خطایی شده برای یوسف غیر قابل پذیرشه پیغام و خبر رو مریم در برابر چشمای از حدق در اومده ی یوسف داره بهش میده که من حامله هستم ولی نه اونطوری که تو فکر میکنی من با هیچ مرد دیگه ای نبودم این بچه معجزه خداست و هیچ مردی در اون دخالت نداشته بلکه خدا گفت و شد هیچ میدونید تا به امروز با این علم پیشرفته ای که ما در امور پزشکی داریم هنوز نتونستند درک کنند و تشخیص بدن و پی ببرن که چگونه بچه ساخته میشه منظورم این نیستش که چطور اقدامات اولیه انجام میشه نه اونا دیگه ساده هست ولی این سر لحظات اول که انسانی به وجود میاد هنوز بر همه مخفی هست بر دانشمندان بر صورت یوسف چون مرد خدا ترسیه و نمیخواد که مریم رو عبرت دیگران بکنه پس تصمیم میگیره او رو مخفیانه طلاق بده عزیزان من خواهش میکنم دقت بکنید به این واقعه که داره اتفاق میفته این خودش تأییدی هست روی این ماجرا که این اتفاق از طرف خداوند و با دخالت مستقیم خداوند در یک معجزه عجیب و بی‌نظیر و باور نکردنی طبق ای که خداوند در اشعیا فصل ششم و نهم میده داره روی میده و یوسف خیلی راحت از این مسئله میگذره یعنی مریم رو کنار میذاره چون uh, سخت قبول یک همچین واقعی و پذیرفتن یه همچین واقعی با اینکه هم شناخت از مریم داره هم از خودش شناخت داره پس بنابراین این تصمیم او تاییدی است بر همین واقعه عجیب تصمیمی که قطعا تمام لحظات زندگی یوسف رو برای مدتی انباشته میکنه از نگرانی تعلم و تأسف چطور یه همچی اتفاقی افتاد؟ چطور یه همچی رویدادی رخ داد؟ چطور مریم میتونه خیانت کرده باشه یا رفتار ناپسند داشته باشه من که او رو میشناسم و اینقدر این وضعیت برای یوسف ادامه میکنه ادامه پیدا میکنه تا هنگامی که حتی او بستر میره یعنی برای خواب آماده میشه و جواب او رو عزیزان خداوند اینجا از طریق یک رویا و یک خواب میده البته به شما توضیح بدم که این نه خواب نه رویاست این یک بعد دیگری است که انسان درش قرار میگیره یک بعد روحانی هست نمیدونم چه اتفاقی میفته من تا به حال در همچین بودی نبودم ولی قطعا یک بود دیگری هست توی آیه 20 فرشته خداوند در این بود به او ظاهر میشه و اول تاکیدش اینه فرشته که یوسف از نسل داوود هست سپس به ایشون میگه نترس از اعتماد کردن به مریم پرهیز نکن چرا؟ چون اشعیا فصل شش اتفاق افتاده اشعیا فصل نه اتفاق افتاده یهوه نجات دهنده میاد این وعده خداوند بود عزیزان خداوند فرموده بود اینک خدایی که مشتاق او هستید ناگهان در میان شما ظاهر خواهد شد خوب دقت کنید فرشته میگه او پسری دارد که قومش را نجات میدهد دقت کنید خواهش میکنم فرشته هرگز نمیگه تو و مریم پسری دارید در جاهای دیگه هم این نکته رعایت شده مثل انجیل متا فصل دوم آیه دوازده میگه مادر و فرزندش رو بردار و به مصر برو هیچ وقت نمیگه فرزندتون رو مادر و فرزندش رو بردار او را که نامش امانوئل هست یعنی خدا با ما عزیزان امانوئل در نبوت اشعیا نامش اومده یعنی اون زمان که آهاز پادشاه در اورشلیم در محاصره گرفتار شده بود از طریق اشعیا پیغام فصل هفت از طرف خداوند به او داده میشه یوسف وقتی از خواب بیدار میشه چقدر خوشحاله چقدر شاده هم مریم رو داره و هم افتخار بزرگ کردن پسر خدا در جسم رو قطعا خداوند مسیح رو در خانه ای قرار میداد که پدر اون خانواده مرد اون خانواده خدا ترس و عادل باشه اگه شما بودید غیر از این میکردید؟ به هر صورت یوسف واقعا مرد خدا دوستیه و میدونه که او این وظیفه به عهده او گذاشته شده و باید از خدمتی که به او داده شده جدا به قول معروف تیکر کنه یا انجام وظیفه کنه به هر صورت در مورد یوسف چیز زیاد دیگری ما در کتاب مقدس نداریم قید نشده میدونیم که در زمان مصلوب شدن مسیح ایشون در قید حیات نبوده <تصفح> میدونیم که تک تک اوامر خدا رو انجام داده و تا دوازده سالگی عیسی رو هم ما در انجیل لوقا فصل دو آیه چهل و سه داریم که ایشون حضور داشته اما بعد از اون دیگه خبری نداریم و نمیدونیم که چه زمان چشم از جهان فرو بسته و صورت بعد از این واقعه بود که مرحله دوم ازدواج اونها یعنی خوپا برگزار میشه و تا لحظه به دنیا آمدن فرزند اول کلام خدا میگه یوسف به مریم دست نزد از نظر جنسی دست نزد و صبر کرد عیسی مسیح عزیزان شش خواهر و برادر داره که ثمره ازدواج مریم و یوسف هستند شش خواهر و برادر ناتنی <applause> و یه نکته ای رو که دلم میخواد واقعا باهاتون اینجا در میون بذارم قبل از اینکه یادم بره هیچ میدونید در سر تا سر تاریخ شیطان از طرق مختلف به سه قسمت به شدت حمله کرده در رابطه با ایمان مسیحی اول تولد مسیح از باکره که مرتب این زیر حمله قرار گرفته که آقا مگه میشه همچی چیزی من جلسه قبل خدمت شما عزیزان عرض کردم گفتم آیا امکانش برای انسان وجود داره که جلوی خدا رو بگیره جلوی دست خدا رو بگیره و به خدا بگه نه تو نمیتونی این کار رو بکنی؟ و آیا برای خدا کاری محال هست؟ اون چیزی که جبریل هم میگه اولین حمله بیشترین حمله روی این سه چیزه که یکی از اونها همین تولد از باکره است دوم مرگ ایسا روی سلیبه مرتب شیطان به این مسئله حمله کرده و اعلام میکنه میگه این مسیح نبود که روی صلیب مرد بلکه یک نفر دیگه از قرار یهودا به شباهت عیسی در آمد، خدا همه مردم دنیا رو فریب داد و یهودا رو به شباهت مسیح در آورد و یهودای بدبخ رفت روی صلیب و از بین رفت با اینکه فریاد میزد که آقا من عیسی نیستم و عیسی از جاده دیگه و راه دیگه فرار میکنه و نکته سوم که مورد حمله دشمن همیشه قرار گرفته قیام عیسی مسیح از مردگانه تصور این که کسانی پیدا بشن در این دنیا که برای یک دروغ حاضر بشن جان خودشون رو از دست بدن حداقل برای من بسیار مشکله نمیدونم شاید حالا شما یا دیگران بپذیرید این مسئله رو ولی برای من امکانش وجود نداره چرا؟ چون اساسا اگر شخصی دروغ میگه دروغ میگه تا منفعتی رو کسب بکنه ولی اگر قرار باشه این دروغ من باعث بشه که من جان خودم رو از دست بدم نه تنها منفعتی گیرم نمیاد بلکه جان خودم رو از دست بدم خب اعتراف میکنم که آقا دروغ گفتیم مگر غیر از اینه تمام کسانی که شهادت دادند که عیسی مسیح قیام کرده از مردگان رو دیدند با او نشستند با او خوراک خوردند با او زندگی کردن چهل روز با او وقت گذروندن همه اونها بدون استثنا به غیر از یک نفر که اون هم یوحنای رسول هست بدون استثنا همه کشته شدند با اره از میان دو پاره شدند جلوی شیرهای گرسنه تکه تکه شدند مانند فتیله شم سوخته شدند در پوست حیوانات خشک شدند هیچ کس حاضر نیست برای دروغ تن به مرگ بده اون هم مرگ دلخراش این چنینی او که به قول پولس در کلام خدا میگه به این جهان آمد و همه این دردها و رنجها رو قبول کرد تا کفاره گناهان ما رو پرداخت بکنه تا ما غنی بشیم به خاطر اینکه او برای ما فقیر شد فقیر شد تا ما غنی شد به صورت فصل دوم انجیل متا <تصفح> مثل فصل اول عجیبه چون در اطراف تولد مسیحه که باز در مورد نبوت ها اشاره میکنه عهد عتیق عزیزان ارز کردم خدمتون که به روشنی از پیش از تولد مسیح از باکره بارها اعلام خبر کرده شما اگر تشریف ببرید سری به کتاب میکای نبی بزنی در فصل پنجم آیات دو میبینید محل تولد مسیح اعلام میشه که در بیت لحم هست در هوشع فصل 11 آیه اول میفرماید او را که به مصر فرستادم و او را از مصر فرا خواندم همینطور چند نفر از انبیای دیگه که در مورد لقب عیسی مسیح معروف به ناصری صحبت میکنن پیشگویی کردن که البته این یک مطلبی هست که من در وقت خودش راجع به اون با شما صحبت خواهم کرد مهمم هست خلاصه اینکه این طفل یا این پادشاه یا این آ... کسی که وعده داده شده در عهد عتیق و از نسل ابراهیم و داوود هست به زودی طبق این پیشگویی ها می که آمد اما چرا در آ... صحبت دوباره ای که اینجا دارم کنم برگشتم به آ... نباوت های عهد عتیق برای اینکه میخوام توجه شما رو واقعا به این مسئله جلب بکنم که این نکته کوچیک و بی اهمیتی نیست عزیزان ما بالغ بر 300 نبوت و پیشگویی در این رابطه داریم که خب چطور میتونه به وقوع پیونده اگر دست مستقیم خداوند در کار نباشه ولی اگر یه همچین وضعی هست منظورم اینه که اگر دست مستقیم خداوند در این کار هست چطور ما به خودمون اجازه میدیم که پیغام مستقیم خداوند رو قبول نکنیم بگیم که نه اشتباهی شده اینطوری نیست به هر صورت انجیل پادشاه انجیل پادشاه یهودیانی که در انتظار آمدن ماشیه بودند این خبر خوش رو بشنوند در ضمن رابطه مستقیمی با رویدادهایی که توی فصل دوم انجیل متا از اون سخن گفته شده یعنی دیدار مجوسیانه که اگر لطف بکنید خود شما آیات یک تا سیزده فصل دوم رو خودتون در فرصتی که دارید بخونید من فقط جواب سوالهای شما رو جواب سوالهای هممون رو اینجا میتونم بدم آیات رو دیگه گفتم میذارم به عهده خودتون که زحمتش رو بکشید ما با یه گروهی برخورد میکنیم اینجا به نام مجوسیان خب اولین سوال اینه که این مجوسیان کیا هستند آیا شخصیت های حقیقی هن؟ برای چی اومدن از کجا اومدن چند نفر بودن هدفشون چیه و سوال مانند اینها و از کجا اصلا اینها متوجه تولد مسیح شدن خب معمولا ما قصه های زیادی در مورد مجوسیان برامون گفته شده که بیشتر اونها هم از واقعیت مثلا بدوره و خالی از حقیقته اما از اونجایی که توسط کارت پستالا و عکس ها و قصه ها قصه های فاقد حقیقت مرتب نقش شده و گفته شده ما در ذهن عوام یه جورایی اونا رو پذیرفتیم قصه هایی که میگه اولا اونا سه نفر بودند و به نمایندگی از طرف سه تا تایفه یعنی پسران نوح، هام و سام و یافس آمده بودند حتی اسمای اونا رو هم بعضیا گفتن که یکی گاسپر بوده، یکی بالتازار بوده، اون یکی هم ملکیپور بوده بعضیا حتی دیگه خیلی پیشرفت کردن گفتن آقا ما جنازه اینها رو هم در اختیار داریم مومیایی شده گذاشتیم توی نمایشگاه بیاید ببینید و خلاصه از این جور چیزا که خب اینا همه برای خوشحال کردن افکار عوام هست چون ما معمولا دوست داریم از این جور داستان برامون تعریف بشه اما حقیقت و واقعیت ماجرا چیز دیگری است اولا هیچ کجای عهد جدید تعداد اونها رو اعلام نمیکنه که سه تا بودن دوما ما اطلاعات زیادی در مورد اونا نداریم به غیر از آنچه که کلام خدا و تاریخ در اختیار ما قرار داده که البته وقتی تکه های این پازل رو کنار هم دیگه قرار میدیم یه تصویر خیلی روشنی شاید بتونیم از اون بیرون بیاریم در مورد مجوسیان حقیقت ماجرا این استش که اینها یه گروه از افرادی هستند که از شرق آمدند و در زمانی که عیسی دو ساله بوده در منزل در خانه دقت بکنید میگه در منزل موفق به ملاقات عیسی شدن که خب البته این کاملا منطقیه چون زمانی که اونها ظهور ستاره رو دیدن تا بالاخره وسایل رو جمع بکنن و آزم یک سفر طولانی چند ماه بشن یا چند ساله بشن کلی بالاخره وقت میگیره طبق آیات آیه 11 فصل دوی متا میبینیم که کلام خدا میگه در منزل به ملاقات بچه رفتن پس کاملا منطقی به نظر میرسه بعد نکته دوم اینکه هرود دستور قتل عام فرزندان دو سال به پایین رو صادر میکنه پس علا رقم فیلم ها و نمیدونم داستان ها و کارت پستال هایی که میبینیم مجوسیان در آخر به دیدن ایسای مسیح میرن حقیقت چیز دیگر است. اما سوال بعدی که اینا چه کسانی بودند مجوسیان احتمالا پارسی بودند که از بابل آمدن از سرزمین بابل اونا متعلق به گروهی هستند که مردم اونها رو دانشمندان عصر خودشون اعلام کردند. محققینی که مذهبیون هستند در عین حال ستاره شناس هستند در عین حال حسابدان هستند منجم و اقتصاددان و معمار و بعضا حتی در امور کشاورزی هم خیلی به قول معروف ید طولایی در اظهار نظر داشتن و متعلق به مشرق زمین اونا نام های دیگری هم همراه خودشون یدک میکشن به عنوان حکما یا وایزمن اسم دیگری برای اونها هست که مجای هست و مجوس که در هر چهار امپراتوری ظهور و حضور مذرت میخوام ظهور نه حضور اونها رو شما میبینید در امپراتوری بابل هستند در امپراتوری فارس هستند در امپراتوری یونان هستند و در امپراتوری روم هم شما حضور اونها رو خیلی قدرتمند و محکم میبینید که به عنوان مشاورین پادشاهان انجام وظیفه میکنند مجوس نام گروهی است کاهنان مذهبی بود که بعدا مجای هم نام گرفته که این توی فرهنگ, فرهنگ, لغت انگلیسی به بعد کلمه مجیک و عرض به حضورتون که مجیشن هم تبدیل میشه که همون جادوگر یا شعبده باز خودمون هست اونا کاهنان یک مذهب دروغینی هستند که در اصل بود پرستی میکنن و از بابل بیرون اومدن و به ایران هم رسیدن و بعد عرض کردم خدمت تا امپراتوری روم هم رفتن و مردانی صاحب قدرت و نفوذ فراوان مذهب دروغین اونها برداشتی کاملا کپی شده از مذهب یهوده اونها به یک خدای واحد حقیقی عقیده داشتند که در شعله های آتش خودش رو به ظهور میرسونه و برای پذیرفتن افراد درخواست پذیرفتن آنها به عنوان بیگناه درخواست قربانی حیوانی میکنه که زب بکنن اینها حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت دارن و برای خوردن استفاده میکردن و اون به قول معروف اون جایگاه بالا و اون کلایم اکسی که شما این کاپی برداری رو میبینید در نجس و تمیز شدنی هستش که نسبت به مردگان و دست زدن به مردگان از خودشون نشون میدن مجوسیان خودشون رو مثل قبیله لاویان در عهد عتیق میدیدن که حکم کاهنی و کهانت و خدمت خدا رو در میان اجتماع اجتماع مذهبیون داشتن یا اجتماع مردم داشتن در مقام و جایگاهی هم توی اجتماع خودشون قرار داشتند که خیلی والا و صاحب اعتبار بود زمانی که نبوکد نصر اورشلیم رو فتح میکنه نبوکد نصر امپراتور بابل هست که اورشلیم رو فتح میکنه و آخرین پادشاه اورشلیم رو که صدقیا نام داره دستور میده که چشمانش رو در بیارن و کورش بکنن شما ملاحظه میکنید که عده اونجا حضور دارن اگر نگاه بکنید کتاب <applause> ارمیا فصل 39 ارمیا فصل 39 آیات 3 و 13 نام شخصی اونجا به میون میاد به نام نرجل شراسر که ایشون رئیس مجوسیان هست پس اولین جایگاهی که شما با این گروه ملاقات میکنید حالا دیگه قبل از اون رو من اطلاعی ندارم اولین جایی که برخورد میکنید با این گروه مجوس اینجاست در حکومت نبوکر نصر <applause> سپس زمانی که نبوکر خواب میبینه و این گروه رو صدا میکنه و بهشون میگه بیاید و برای اینکه هیچ فریب و نیرنگی شما نتونید به من بزنید نبوکر میگه که هم خواب رو باید برای من تعریف بکنید و هم تفسیر خواب رو و بعد میگن آقا همچین چیزی که امکان نداره هیچ مجوسی تا به حال نتونسته یه همچین کاری رو انجام بده اگر مراجعه بکنید به فصل دوم کتاب دانیال آیه ده دانیال فصل دو آیه ده سپس چون فرمان نبوکد نسد خیلی سخت بود دانیال که تنها یکی از این فرهیختگان در میان این مجوسیان هست توی دربارم داشته خدمت میکرده و خب ایشون هم حکم اعدام شامل حالش میشد <applause> پس میگه به حضور خد... به حضور خداوند رفتم و دعا کردم و خداوند هم خواب رو و هم تعبیرش رو برای من باز کرد و در حضور مجوسیان میگه من اون رو اعلام کردم دانیال فصل چهار آیه هفت اما توی آیه نه فصل چهار دیگه شما از شخصی که قبلا اسمش رو بردم یعنی شراسر به عنوان رئیس مجوسیان چیزی نمیبینید بلکه این بار رئیس مجوسیان دانیال شده نگاه کنید به فصل پنجم کتاب دانیال آیه یازده به این ترتیب دانیال برای سالهای طولانی رئیس مجوسیان بود و قطعا کلام خدا رو به اونها اعلام کرده و بدون هیچ بحثی در مورد نبوت های کتاب مقدس مخصوصا اون امید پرجلال اسرائیل و دنیا یعنی مسیح موعود براشون صحبت کرده کتاب <تصح> دانیال خودش یک کتاب بسیار شگفتانگیزی از نبوت هاست اعتقاد بعضی ها بر این استش که میگن انقدر این کتاب و نبوت های اون در جزئیات چنان پرتوان عمل کرده که درست مثل این میمونه شخصی گزارش یک رویداد رو بعد از به وقوع پیوستن رویداد نوشته باشه اینقدر میگن این کتاب در نبوت صد در, صد در صد درست بوده در کتاب دانیال هست که از ساعت روز هفته ماه و سال ورود ایسای مسیح خداوند سوار بر کر اولاغ به عنوان پادشاه فروتن به اورشلیم صحبت میشه <applause> به هر صورت <applause> به این ترتیب دانیال برای سالهای طولانی چون رئیس این مجوسیان بوده اونها رو در مورد های کتاب مقدس تعلیم داده اگه یادتون باشه بعد از فتح بابل توسط امپراتوری کوروش که فرمان آزادی یهودیان رو صادر کرد تنها ای به سرزمین موعود یا همون سرزمین اسرائیل برگشتن و عده دیگه توی بابل باقی موندن قطعا این گروه به تعلیم نبوتای کتاب مقدس در جامعه دانشمندان و شرفا و سردرداران بابل ادامه دادند که مجوس هم از این گروه ها بودن. به این ترتیب پاسخ شما در مورد اینکه اونا از کجا مسیح رو انتظار میکشیدن داده شد نکته بعدی شما هیچ میدونستید که این مجوسیان بود پرست هرگز برای دانیال دردسر درست نکردن یا دسیسه درست نکردن اون دسیسه ای که شما در فصل ششم میبینید رخ میده کار وزیران و استانداران مملکت و مجوس در اون دسیسه به هیچ عنوان هیچ دستی نداشته نه تنها دست نداشتن بلکه نگاه کنید به تفکر داریوش مادی که خودش زیر نفوذ مستقیم مجوسیان بود که خود اونها هم به شدت تحت تاثیر تعالیم عهد عتیق قرار داشتند و زمانی که فرمان انداختن دانیال به چاه شیران توسط داریوش صادر میشه آیاتی رو که نگاه میکنید بهش توی فصل 6 آیه 17 نشون دهنده همه ی حقیقت هست دیگه تشویقتون میکنم تشویق ببرید و این آیات رو مطالعه کنید فصل ششم آیه 17 به بعد <تصفح> به هر صورت عزیزان در قرن شش قبل از میلاد داریوش مادی فرمانی صادر میکنه که طبق اون فرمان یک مذهب عمومی یا یک مذهب ملی به عبارتی بهتر و صحیحتر در مملکت خودش برقرار بشه این مذهب خلق شده به دستور او و تحت نظارت مجوسیان و سرپرستی و پرورش مجوسیان سپرده میشه و اونها نام این آین جدید رو آین زرتشت میذارن مجوسیان که دانشمندان و فوزلای زمان خودشون هستن و کاهنین هم در این حال بودن برای از دست دادن از دست ندادن معذرت میخوام مقام و جایگاه بالایی که حالا چه در دربار و چه در حضور پادشاهان و چه در اجتماع داشتن برای اینکه این مقام رو از دست ندن این مذهب جدید رو میپذیرند یا اداپتش میکنن و به پرورش اون شروع میکنن همت میذارن اما همین گروه مجوس خودشون در داخل خودشون تقسیم میشن به سه گروه مختلف دیگه گروه اول گروهی هستند که این اداپشن یا این پذیرش رو قبول میکنن گروه دوم گروهی هستند که در همون کسفت سابق خودشون باقی میمونن و گروه سوم گروهی هستند که به دنبال حقیقت میرن و این گروه گروهی هستند که به ملاقات مسیح نائل میشن همونطور که امروز چند بار عرض کردم خدمتتون مجوسیان گروه بسیار متنفذی بودند و قدرتمند که یکی از کارهای دیگه ای که اینها کردند و اسم دیگری هم که اینها داشتن کینگ میکر بود یا نصف کننده پادشاه کسی که پادشاه برقرار میکنه اینها اون گروه بودند در یعنی واقع هیچ پادشاهی به سلطنت نمی رسید اگه دو مرحله رو پشت سر نمیذاشت یکی عالم و واقف بودن به تعالیم مجوس دوم برای رسیدن به سلطنت باید مجوس اونها رو تایید کردن و اونها رو تاج گذاری میکردن به هر صورت این قانون و این شریعت مملکت فارس بود در استر فصل اول آیه 13 تا 30 هم نوشته شده که تغییر ناپذیر بود به هر صورت بعد از اینکه شما با این گروه کمی آشنا شدید که معروف به مق یا همونطور که ارز کردم کینگ میکر هستن متوجه آیه سوم فصل دوی انجیل متا میشید که هرود و همه دوچار وحشت میشن وقتی که اینها خبر رو بهشون میدن که ما آمدیم پادشاه رو پادشاه جدید رو ببینیم چون هم رهبران و هم خود هرود دست نشانده رومی ها هستند و شرق و غرب که مراتب در جنگ و در درگیری بودند و توی این وسط به قول معروف پرژیان ها یا پارس ها و مات ها و پارت ها و ایلامی ها سردمداران همیشگی این ستیز جویی بودند که توی جنگ های بسیاری شرکت داشتند تا سال قبل از 55 میلادی توی منطقه مدیترانه به هر صورت این جنگ ها همش بر ضد غرب اتفاق می افتاد و امید مجای این بود که نابودی غرب اتفاق بیفته امید مجای این بود که یه نفر بالاخره بیاد و این سرکردگی روم رو از بین ببره پادشاهی بیاد تا این آه، حکومت غربی رو به زیر بکشه <coughs> و خب خیلی روشن هست که یهودیان هم در انتظار آمدن رهایی دهنده و نجات دهنده ای بودن که در کتاب مقدس در مورد اون این همه پیشگویی شده برای همین بود که هرو ترسید و وحشت کرد وقتی که کاروان عظیمی رو دید که با لشکر و سپاه و یال و کوپال و اینجور چیزها آمده و همراه خودش کساری رو اوورده که اینها کینگ میکر هستند یا پادشاه ساز هستن هیچ فکر کردی تا به حال که چرا هرود به این گروه حمله نکرد که اونها رو بکشه دستور کشتار و قتل عام بچه های دو ساله رو داد ولی هرگز به خودش اجازه نداد که دست روی مجوس بلند کنه برای قدرتشون برای نفوذشون برای مقامشون و برای لشکرشون بود که هرود به خودش این جرأت رو نمیداد اما مجوسیان بعد از دیدار مسیح بود که به این نتیجه رسیدن این اونها نیستند که میتونن ایسا رو پادشاه کنن بلکه این ایساست که میتونه اونها رو پادشاه کنه مجوسیان در خانه بزرگ تر از پادشاه رو دیدند اونها نجات دهنده عالم رو دیدند اولین گروهی که عزیزان با هدایا به استقبال پادشاه یهود رفتن و آمدنش رو خیر مقدم گفتن هیچ میدونید یهودی نبودند حتما میدونید دیگه کلی دارم توضیح میدم برات جنتایل و غیر یهودی بودن خب به زعمی هم میگن ایرانی بودن در هر صورت تمام ماجرا و نکته ای که متا بر اون میخواد تأکید داشته باشه و اون رو به زیبایی در انجیل خودش داره به تفسیر و به قلم میکشه نکته آمدن پادشاه موعود اسرائیل هست پادشاهی که خداوند نصب کرده پادشاهی که ملکوتش زوال ناپذیر است پادشاهی که قدوسیتش عدالتش رحمتش محبتش نظیر نداره پادشاهی که آمده تواناست مخصوصا توانایی او در پیدا کردن گم شده است مخصوصا توانایی او در یافتن گم شده و نجات بخشیدن اوست بسیاری از انبیای عهد عتیق در مورد عیسی مسیح به واسطه روح القدس نبوت‌های بسیاری رو کرده و خب همیشه و الزامن هم اونها کاملا نبوت رو که کردن که توسط روح خدا بوده درکش نتونستن بکنن و متوجهش نشدن ما به نمونه پولس رسول خودش میگه میگه سر عجیبی است در این رابطه یا اول پتروس فصل اول آیه 9 تا 12 در همین مورد صحبت میکنه که انبیا حتی نمیدونستن که کی این رویدادهای بی‌نظیر رخ میده و پتروس باز میگه حتی فرشتگان هم قادر به درک این سر عجیب نبودن برای همینه که اهمیت اناجیل عزیزان معلوم میشه زمانی که اونها رو کنار همدیگه میذاریم تصویر کامل زیبایی پیش چشمان ما ظاهر میشه تصویری که خدا به شما و به ما عطا کرده تصویر تجسم او در جسم برای چی؟ برای اینکه خدا عاشقانه شما رو دوست داره. خدا عاشقانه ما رو دوست داره. خداوند میگه تمام روز با آغوش باز در انتظار تو ایستادم تا تو بازگشت کنی. برگشته تو رو در آغوش بگیرم تا تو رو شفا بدم، تو رو برکت بدم، تو رو نجات بدم، تو رو وارث حیات ابدی بکنم. برای همین مناسبته که متا توی فصل دوم و اول انجیل خودش با دقتی بینظیر جزئیاتی رو مطرح میکنه که این جزئیات ثابت میکنه عیسی همان پادشاه مود است همان پادشاه که نبوت رو داره به انجام میرسونه متا توی دو فصل اول انجیل خودش به پرداختن به چهار نبوت عجیب میپردازه چهار نبوتی که انبیاء قدیم اون رو اعلام کردن و اینک در شرف تکوین و انجام هست این چهار نبوت بی نظیر با اسم چهار شهر شروع میشه و با چهار رویداد ادامه پیدا میکنه چهار شهر چهار رویداد اجازه بدید در مورد این چهار رویداد و این چهار نام در هفته آینده با شما صحبت بکنم و چون وقت من داره تموم میشه پس بنابراین این میخوام ازتون اجازه بگیرم که در هفته آینده به این موضوع بپردازیم میدونم خیلی از شما عزیزان علاقمند هستید که هرچی زودتر پای این صحبت ها بنشینید و کلام خدا رو بیشتر متوجه بشید خدا رو شکر برای این اشتیاقتون خدا رو شکر برای این علاقه ای که دارید من هم با جان و دل خوشحال هستم که میتونم این اطلاعات رو این حقیقت ها رو در اختیار شما بذارم این حقیقت هایی که در کلام خدا هست هر دوی ما هر دوی ما هر دوی ما هم من و هم شمایی که در اون طرف دوربین ها هستیم برکت بگیریم از محبت عجیب خالق آسمان ها و زمین او که خدای واحد حقیقی بود و هست و خواهد بود اما جایگاه آسمان رو ترک کرد و به این جهان اومد عزیزان خواهش میکنم اشتباه نگیرید مبادا کسی برگرده چون من این حرفا رو شنیدم توضیح میدم نبادا کسی برگرده بگه آقا یعنی چی وقتی عیسی مسیح بالای سری مصلوب میشد یعنی دنیا بدون خدا مونده بود نه قطعا اینطور نیست مسئله سر تفکر ما و درک ما بر مبنای کلام خدا از حضور و وجود خداست که خدا اصلا چیه برای ما سوال اصلی شاید این باشه و وقتی که این سوال رو جواب بدیم اون وقت بقیه این مسائل دیگه حل میشه کسی دیگه فردا نمیگه آقا یعنی وقتی که مسیح رو در قبر گذاشتن یعنی خدا مرد نه قطعا اینطور نیست کلام خدا به ما میگه خدا چیه آیا من و شما که داریم برای اولین بار مثلا ارز میکنم خدمتون کلام رو باز میکنیم که نگاه بکنیم کتاب مقدس یک تفسیر دیگری از خدا داره در جایگاه های دیگه در ادیان دیگه در مذاهب دیگه در فرهنگ های دیگه خدا یک جور دیگه نشون داده شده کتاب مقدس به ما میگه خدا روح هست و پری جهان رو فرا گرفته منظور اینه که خدا داخل خلقت خودش نیست این خلقت که در داخل خداست پری جهان رو فرا گرفته و خدا روح است پس بنابراین شما نمیتونید بگید آقا خدا اینجاست خدا اونجاست حالا دیگه روی صلیب مرد پس دیگه تموم شد پس دیگه دنیا بدون خدا مونده عیسی چهره دیده خدای نادیده است عیسی جوهر و ذات خداست که برای ما به شکل انسان ظاهر شد تا ما درک بکنیم تا ما درک بکنیم خدا به ما چی میگه صحبت خدا برای ما چیه بهترین راهی که خدا میتونست انتخاب بکنه که به ما بگه من عاشق تو هم. من تو رو دوست دارم همین زبانه زبان انسانی زبان محبت زبان جسم زبانی که ما اون رو درک میکنیم خدا همه شما عزیزان رو برکت بده تا هفته آینده شما رو به دستهای خدای زنده میسپرم فیض آرامش خداوند در زندگی شما برقرار باشه خدا نگرد.